امام دینی مقتدر شیعه مذهب که دوبار بر علیه حضور اساکر ایالات متحده در عراق اعتراض نمود، اکنون در انتخابات پارلمانی عراق پیشتاز شده است. مقتدر صدر بان که خود را کاندید نکرده بود، ولی جزی یک اعتراف انتخاباتی می باشد که بیشترین آرا را در بغداد به دست آورده است. اول مرا گول مبروک. نخست برای رهبر خود تبریک می گویم، بعد برای مردم عراق تهنیت می گویم که ما در انتخابات در بغداد در ردیف اول قرار گرفتیم و انشاءالله در تمام عراق پیشی خواهیم گرفت. قرار شمارش 95% برگه های رای دهی در 10 ولایت از جمع 18 ولایت عراق، هادی الامیری رهبر ملیشیای شیعه مذهب در عراق که بیشتر از جانب تهران حمایت می شود، در ردیف دوم قرار گرفته است. عراقی ها در مورد نتایج احتمالی و پیروزی سه گروه مذهبی و قومی در عراق نظرات متفاوت دارند. نسبت الانتخابات نکند مطلوب. نتایج خوب نیست، اما به نظرم اگر حیدر العبادی برنده شود برای مردم و کشور عراق بهتر است. اول اینکه او ما را از چنگ داعش نجات داد و بعد به مردم عراق نیز رسیدگی کرد. در این میان اقلیت کردهای عراقی از تضعیف حزب اصلی خود که در چند دهه در عراق مقتدر بودند نگرانند. آنها می دانند عراق به هم پیوسته است. کردها، عربها، سنیها و شیعها، یزیدیها، ترکمنها و ماندنها و همه با هم پیوند خوردند. عراق پایگاه مردم شرق میانه است. هر کسی در اینجا حکومت کند باید این حقیقت را بداند که عراق فقط مربوط یک قوم یا مذهب نیست، بلکه برای همه است. هرگاه الصدر که منتقد ایالات متحده در انتخابات برنده شود، او در انتخابات رهبر آینده عراق تاثیرگذار خواهد بود. کمیسیون انتخاباتی میگوید نتایج نهایی انتخابات تا دو روز آینده اعلام می شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.